یکی از چیزایی که شما کلا ازش بیخبر بودید تو این چند وقت این بود که من رفتم برای انگشت نگاری 2 روز میکنم آره 2 روز شد رفتم ترکیه تنها انگشت نگاری ما انجام دادم و برگشتم. حالا از وقتی که اومدم تقریبا دارم همه وسایلمو جمع میکنم، خیلی از وسایلمو فروختم، ولی یه سری چیزا مثل اونا که اون گوشه میبینید یا اونا که اونور میبینید هنوز موندن و بین همه این وسایلی که دارم میدم بره میفروشم یه سری وسایل هستن که خیلی برام با ارزشن، مثل وسایل اون اتاق گیمم، مثل گلدونام که اینجا میبینیدشون، و اینا چیزایی هن که دوست ندارم همینجوری یهویی بدمشون دست کسی. اینم بگم که اینا که میبینید یه سری خالای کوچولو بود که تو صورتم سوزوندم، تبخال زدم 2 روز پیش. الان بخوام تاریخو درک بگم، امروز شنبه است، پنج شنبه هفته پیش شب یلدا بود، یعنی 23 آذر دیگه، 23 آذر آخرین شب پاییز. بعد بین اینا یه چیز دیگه هست که خیلی برای من با ارزشه و قراره بدمش دست یکی که اولاد ازش خیلی خوب مواظبت کنه. اونم چیزی نیست جز درختمه که فکر میکنم تقریبا 10 ساله دارمش. اون موقع که اینو خریدم دلم میخواست باهاش کلی عکاسی های خفن انجام بدم، عاشقش بودم. هیچیش مصنوعی نیست، یعنی پلیستر و پلاستیک و اینجور چیزا نیست، همش شاخهای طبیعیه. توی بکگراند خیلی از ویدیوهای یوتیوبم هم هست. ولی امروز قراره که یه سری آدمای خوب، یعنی در واقع یه خانواده خوب بیان و ببرنش. این تابلو رو می‌خواستم بفروشم که یه شب خودش همینجوری تصمیم گرفت از روی دیوار بیفته پایین و خورد بشه. شاید ناراحت بود از اینکه من خواستم برم. وسایلای ایناست که باید بفروشم، خیلی دوستشون دارم، که یه سری جعبه ها رو اینا رو مثلا جعبه مانیتور گذاشتم بیرون، ولی از همه دوست داشتنی‌تر این درختمه که دارم میدم. خوشحالم الان پشت مادر خوندش. به نظرم که بهترین تصمیم رو گرفتم. این فقط یه آپدیتیه برای این که بگم الان تقریبا 10 روز مریضم. کریسمس مریض بودم، شب سال نو مریض بودم، حالا مثلا خیلی چون که جشنای خیلی خاصی دعوت بودم، ولی دقیقا میتونم بگم به هیچ کدوم از کارام نرسید. اگه این تیکه ویدیو رو دارم میگیرم الان به خاطر اینه که فقط بگم که فکر میکردم سال نو کانادا باشم ولی نبودم و این خیلی بهم فشار آورد. یعنی فکر میکردم که حال که رفتم انگشت نگاری و خیلی از کارامو انجام دادم، الان دیگه قراره که مثلا 2 هفته مونده بود به سال نو، من آپدیت پروندم هم کامل شد، گفتم مثلا دیگه الان میرم برای سال نو، ولی اینطوری نشد دیگه. حکمتش چیه، قسمت چیه، من نمیدونم، ولی این مریضی باعث شد که خیلی هم بیشتر از این به فشار بیاد. یعنی انقدر به فشار بیاد که کلن دلتنگی و دوری و همه چی از دماغم سه برابر در بیاد، ولی دارم سعی میکنم که خوب باشم. شما احتمالا همه این اتفاقا رو توی یه ولاگ پشت سر هم قرار ببینید. نه همش روزا و هفته ها و ماه ها و ساعت های قبل از رفتارم از ایرانه. سلام بچه ها، فکر میکردم وقتی که بخوام این خبر رو بدم خیلی پر هیجان تر و سرحال‌تر از این باشم، ولی دقیقا بعد از اون ویدیویی که گرفتم و بهتون گفتم که من نتونستم سال جدید برم کانادا، 1-2 روز بعدش یعنی روز مادر دقیقا ویزام اومد و ویزا شدم و خیلی اون روز خیلی گریه کردم، هنوزم گریه میکنم. یه احساسات فوق‌العاده عجیبی دارم که فکر نمیکردم احساساتم اینجوری باشه. یعنی فکر کردم وقتی که این خبر رو بشنوم همش خوشحالیه، ولی الان علاوه بر خوشحالی اضطراب و یه دلتنگی وحشتناکی که اصلا نمیدونم برای کیه و چیه اومده سراغم. به علاوه اینکه واقعا کرونا پدرم رو در آورده، البته الان باز یکم بهترم، ولی گوشام واقعا دیگه نمیشنوه. وقتی هم زیاد صحبت میکنم کلا یه کیپ میشه. تایم زیادی ندارم الان، تقریبا 2 هفته، یعنی فکر میکنم مکسیموم تایمی که داشته باشم 2 هفته است برای اینکه برم و
کلی کار دارم، کلی کارهای مختلف که همشون رو باید توی یه نقطه جمع کنم. از پس خیلی چیزا فعلا بر اومدیم، اینم همینطور. سعی میکنم تو هر مرحله‌ای بهتون توضیح بدم، بگم و یه جورایی شمارم با خودم ببرم کانادا. سلام بچه ها، یه آپدیت جدید. امروز پاسپورت همو فرستادم بره که ویزا بخوره توش، رفت برای ترکیه. اگه نمیدونید که چیه، وقتی که نامه ویزا براتون میاد، یه نامه براتون میاد، یه ایمیل براتون میاد و میگه که پاسپورتتون رو بفرستید بیاد سفارت. حالا بسته به جایی که کشوری که بهتون نزدیکه، پاسپورتتون رو میتونید یا خودتون ببرید حضوراً، یا میتونید برید این شرکت ها و آژانس های مسافرتی، اونا اصطلاحا میگن ویزاتون رو پیکاپ میکنن، میبرن، یه هزینه میگیرن، مثلا فکر میکنم 2 تومن اینا میگیرن، ویزاتون رو میبرن و شما یه وکالتی توی اون نامه میدید که مثلا فلانی از طرف من داره این ویزا پاسپورت رو میاره و پاسپورت هم رو برمیگردونه. خلاصه که منم همین کار رو کردم، دادم به یه دونه از این آژانسا و ویزامو برد. ولی در حال حاضر الان خیلی بهترم، خودم مشغول جمع کردن وسایلامم، یه سری کارتون سفارش دادم، اینا خیلی باحالن. یه شرکتی هست مثلا از این شرکت ها که مثل خارجی ها میاد برای اساس کشی وسایلاتون رو جمع میکنه و مثلا خودشون بسته‌بندی های خوب و اینا میکنن، بعد این شرکت اسباب کشی یه قسمت فروشگاه داره. من از پرسجوهایی که کردم فهمیدم میتونم از قسمت فروشگاهش خودم یه سری باکس‌های خیلی با کیفیت و اینا بخرم. الان من هم باکس خریدم، هم اونو میبینید، این از این پلاستیک تیک تیکی ها، از این پلاستیک های این شکلی، این شکلیه، مثلا یه فکر کنم 50 مترشو سفارش دادم که بخوام وسایلامو باهاش بسته بندی کنم و بذارم تو جعبه. جعبه مثلا دو تا سایز داشت، یه سایز این الان تا اینجا میشه مدیومه، یه سایزم داشت لارج که من 5 تا مدیوم و 5 تا لارج گرفتم. فکر می‌کردم وسایلم خیلی بیشتر از این باشه، ولی امروز با کمک خواهرم این اتاق کارم و اتاق گیممو که این همه سال توش بازی می‌کردم خالی کردم کلن و فقط وسایلی که میخواستم ببرم و فعلا گذاشتم اینجا که همش شد انقدر. فکر میکنم خیلی وسایل بیشتر از این دارم. بعد یه سری چیزا البته هنوز چیزای برقی و اینا مونده، خب اونا خیلی نیست، مثلا شاید پک وسایل برقیم یه پک بیشتر نشه و یه سری هم مثلا یه سری چیزا مثل آبرنگم، قلمون، فلا اینا که نمیتونم تو چمدون ببرم از اون لحاظ. با مثلا فکر کنم یه پارت یه ذره سنگین‌ترش این وسایل این شکلیمو یه ذره دکوریم بشه که خیلی خیلی برام مهمه که ببرمشون. خیلی چیزا رو دادم رفت، خیلی چیزا رو بخشیدم، سعی کردم بدم دست کسایی که مثلا میدونم ازشون خوب مراقبت میکنن، ولی واقعا بعضی چیزا رو دوست دارم با خودم ببرم، خیلی چون خیلی دوستشون دارم. خلاصه که اینم از آپدیت جدید و احتمالاً هفته دیگه ویزا میاد تو خوشبینانه ترین حالت، یعنی زودترین حالت و خوشبینانه ترین حالتش میشه هفته دیگه. الان امروز 20 دیه. مرسی که تا اینجا هنوز دارید ولگ من نگاه میکنید. باورم نمیشه. مبارک. من دیگه شما رو نمیبینم. دارم میرم خونه خواهرم، بکنم این آخرین بار باشه که از اینجا گل خریدم. بالاخره بلیتمو گرفتم، هفته دیگه شنبه و دقیقا یه هفته دیگه ایرانم. همه وسایلمو جمع کردم، حتی فکرشم نمی کردم که برفیاد و انقدر الان برام عجیبه. فقط همین کابشنم و هودیم و همین شال و اینا مونده، هیچی ندارم. خدا رو شکر که امسال بالاخره برف اومد. تابستون بود، بهارم نبود، تابستون بود، ولی این دو سه روز هوا خیلی سرد بود.
الان امروز دارم میرم یه کار خیلی گنده بکنم بعد این همه مدت. دارم میرم کل موهامو دوباره دکلره کنم. قبل رفتنم خیلی دو دل بودم، ولی واقعا وقتی عکسامو میبینم نمیدونم چجوری تحمل کردم این همه مدت موهام بلند شه و مشکی شه. اسنپم که طبق معمول گیرمون نمیاد تو این شهرک، باید خودمون اقدام کنیم و التماس کنیم یکی ببرتمون پایین. این بعض خیابونه، اون آقایون شهرداری که دارن شن میریزن. این برم که خیابون هاست کم کم داره بسته میشه. بگو هم از شب برگردم خیابون ها بسته شده باشه. امروز 23 بهمنه، تقریبا میتونم بگم آخرین روزه که من ایرانم و قراره 3 روز دیگه، یعنی پنجشنبه شب من پرواز کنم به سمت تورنتو. میتونم بگم که هیچ وقت تو زندگی من خسته نبودم، هم از انتظار هم از جمع کردن وسایل چمدون بستن. و الان فقط میخوام بهتون نشون بدم که آخرین روزای من داره چه شکلی میگذره. تقریبا همه وسایل رو فروختم و چیز زیادی دیگه تو خونه نمونده به جز یه سری خورده ریزایی توی آشپزخونه. موهامو که روز آخر میخوام رنگ کنم، یه سری کارام مال روز آخره مثل ناخونام و موهام. ولی جالبه برای خودم که الان یه هفته میشه این گوشه زمین میخوابم. امروز برای خودم یه دونه دسته گل بزرگ نرگس گرفتم. نمیدونم چرا احساس میکنم که مثلا خیلی چیزایی که الان دارم اینجا تجربه میکنم اونجا اصلا نیستش. حالا بهتون نشون میدم. کاش که میتونستید بوشم حس کنید. اینجاییه که میخوابم. این در واقع میسوالاتمه که همه وسایلم اینجا، چمدونامه، آخرین لحظاتشونه. همینطور که میبینید یه سری وسیله ها هنوز بیرونه و واقعا خسته شدم از وزن کردن تون 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 تون، ولی دیگه چیزی نمونده. امشب آخرین شبه که تو اتاقم میخوابم و انقدر دورم شلوغه و خونه هم تقریبا خالیه خالیه. خیلی مامانم اینا اصرار کردن که بیا بالا پیشه ما بخواب، ولی دوست داشتم آخرین شب اینجا باشم. فردا این موقع تو فرودگام، پس فردا این موقع شکیانوشم. ایشالله 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 که هیچ مشکلی پیش نیاد. به زودی میبینم اتون تو فرودگاه. آه چرا تو فرودگاه؟ قبلش نشون بدم که دیوونه شدم از دست این چمدونام. هنوز یکی از چمدونام بازه و واقعا من نمیدونم چی کار باید بکنم. یعنی بابام همش میگفتش که دخترم اولویت سوم و چهارم تو از چمدون خالی کن. گفتم که خیلی وقت اولویت سوم و چهارمم از چمدونم خالی شده، چیزی تو چمدونم به عنوان اولویت سوم شد. گفت پس اولویت دوم تو. بعد گفتم به خدا خالی کنم دیگه. چمدونا رو هی وزن میکردیم بازم از 23 کیلو بیشتر میشد دیگه. آخر گفتش که خواهش میکنم اولویت های اولت رو کم کن. داری میری اونجا اینا رو برات میفرستم اینا. گفتم خب حالا به این زودی نمیشه بفرستی. بعد من واقعا اولویت های اولم رو کم کردم، ولی بازم چمدون ها بیشتره. یعنی الان 3 تا چمدون میتونم ببرم که 23 کیلو باشن هر کدوم، که الان 2 تاش شده 24 کیلو. یکی یک کیلو زدم بالا. آخری هرم واقعا میتونم بگم که جرئت نمیکنم ببندمش، چون دوست ندارم ببینم که از 23 و خدای نکرده 24 زده بالا. بعد وقت دوباره بعد به قول بابام اولویاتامو کم کنم. ولی الان فقط میخوام بخوابم و استراحت کنم، چون فردا کلا نمیتونم تو فرودگاه بخوابم. پروازم 6 صبح، باید بیدار بمونم. اگه تو هواپیما بخوابم دوباره اون 5 ساعتی هم که باید تو ترکیه وایستم هم نمیتونم بخوابم، چون امکان داره خواب بمونم بین پروازم. پس خیلی خوب باید امشب بخوابم. شب بخیر. این آخرین شامیه که خالتو ایران داره میخوره. و امروز 26 بهمنه، خاله شب یعنی فردا 6 صبح میره فرودگاه سمت تورنتو. علی هم مریضه. بالاخره اون لحظه خیلی سخت و ترسناک رسید
و الان ساعت 11 دیگه دارم همه چی رو جمع میکنم لباسامو بپوشم که بریم به سمت فرودگاه. اما قبلش اینا رو از میمره خریدم که اگه سایتشون و پیج اینستاگرامشون دیده باشید استیکرایی میزنن که واقعا با کیفیت بچه‌ها، یعنی انقدر با کیفیته که بعدا نشون میدم رو لپتاپم که از چند جا استیکر خریدم همه‌شون کنده شدن ولی این کنده نشد. برای همین من یه عالم از اینا رو خریدم که بچسبونم روی چمدونام قبل از رفتن و چمدونامو خاص کنم که هم قاطی نشن هم چیز فانه. خیلی خیلی آرزوم بوده همیشه این کارو بکنم. رفتم دستشویی و اینا قیافم و از اون چیز داغونی که بودم در آوردم. بعد من انقدر صبح اذیت شده بودم میخواستم موامو بشورم بعد، ولی تو هر دستشویی رفتم شاید خیلی خندتون بگیره ولی به قول مامانم برای منی که روزی سه بار بعضی وقتا میرم همون به نظرم یه تلاش طبیعی بود دیگه، ولی خب اجازه ندادن که همچین کاری بکنم. تمام دست و پاهام باد کرده. این حلقه کیانوشه ولی قشنگ اندازه دستم شده و حلقه خودم داره دستم رو اذیت میکنه دیگه. اینکه الان هست که اینترنتم تموم شه، این پشتم بک‌گراندم چیز فرودگاه، روبروم جاییه که باید برم از گیت رد بشم و برم بشینم اونور که تقریبا 2 ساعت و نیم دیگه برم به سمت تورنتو. کلن میتونم بگم که باورم نمیشه که اینجام، فقط همین جوشم و نگاه اینقدر جوش زدم. خب یعنی هرچی پاکسازی و هرچی تلاش کردم که وقتی میرم کانادا در بهترین حالت ممکنم بودم، زکی هم چاق شدم هم جوش زدم هم پوستم خراب شده. کلن احساس بکنم یک فروپاشی درونی جسمی علاوه بر فروپاشی روحی داره برام اتفاق میفته و فکر میکنم طبیعیه دیگه. بالاخره هرچی نمیشه دارم 6 تا قاره میرم اون برتر. خیلی خستم، یعنی فکر میکردم بتونم خیلی ویدیو بگیرم، خیلی حرف بزنم، خیلی کارهای خاصی انجام بدم، ولی واقعا خسته تر از اون چیزی هم که فکر میکنم و بعضی جاها واقعا فکر میکردم کشششو ندارم حتی راه برم، انقدر اذیت بودم. گوشیمم که اشتباهی دیشب زده بودم تو شارژ و هیچی شارژ نشده بود، الان اینجا رسیدم و مجبور شدم تقریبا 1 ساعت و نیم فقط وایسم سر پا، چون این شارژرای شارژینگ پوینت هاشون همش یه جوریه که هیچ صندلی نداره، نمیتونی گوشیتم بذاری بری. بعد من 1 ساعت و نیم سر پا بودم و واقعا دیگه میخواستم گریه کنم، گفتم گوشیم شد مثلا 60% هم ولش میکنم چون باتری نگه میدارم تو هواپیما هم که میخوابم. جدی جدی همیشه تموم شد. دلم خیلی برای همه تنگ شده، مخصوصا خانوادم. هر تقریبا چند دقیقه اگه برم از فکرم، یعنی فکرم مشغول نکنم و برم تو فکرشون، شروع میکنم گریه کردن. ولی امیدوارم که، یعنی مطمئنم که درست میشه، هم برای اونا هم برای من. بریم به سمت تورنتو ببینیم چه پیش خواهد آمد. فکرشو بکنید اونجا هست. اینم غذای من که خیلی کم بود و من خیلی ناراحتم. من از این
مثلا خیلی شاکم، غذای من خیلی خوشمزه و من خیلی ناراحتم، مثلا دست خودم نیست از شدت اینکه غذا من غذا تموم شد ناراحتم. اون آقایی که عقب اون وسط نشسته، اون جای من نشسته، من اومدم جای خدا شکر که من از اونجا اومدم بیرون، بله میمردم همینجوری اینجا دارم خفه میشم وای به حالی که اون وسط بودم. از اینجا شیکتر باورم نمیشه، یه حالت خنگولی و خلسه و اینا دارم. رسیدم، از گیت رد شدم و بالاخره تونستم چمدونامو بگیرم. من دارم میرم به سمت کیانوش، باورم نمیشه که همیشه نمیتونم یه درستی هول بدم چون که بگیرم خیلی زیاده، پس تا وقتی کیانوشو ببینیم خدافظ.